آقا سلام علیکم، چطورید دروکس؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز با هم میخواییم بریم سراغ بررسی جوایز جعبه طلایی جدید. سلاحش بالاخره به صورت رسمی تایید شد و مشخصه که چه سلاحی قراره بیاد. اونو میخواییم امروز با هم ببینیم و جدا از اون با هم میخواییم بریم سراغ بررسی یک کریت عجب غریب و فوق العاده گاچ. کریتی که ببینید آقا پراتون میریزه. یه دونه ایکسوت مومیایی جدید قراره بیاد که سلطان و ماکسیموم هر چی مومیایی که تا الان وجود داشته. یه ایکسوتی که بچه ببینید واقعا متوجه حرفم میشید، خیلی عجیب غریبه، انقدر روش کار کردن که باورتون نمیشه. امروز اطلاعات و ویدیوهایی ازش منتشر شد که با هم میخواییم به صورت دقیق و با جزئیات بررسی کنیم کریتشو، ببینیم چه آیتمایی داره و چی بیچه. امیدوارم که ویدیو رو بپسندید بچه، لایکاتون بذارید جد حس سابیاتون نره و پیشنهاد میکنم که زنگوله کانال رو روشن کنید، هر موقع ویدیو گذاشتم اول نفر به دستتون برسه، عشق منید. خب بچه این شما، اینم ایکسود جدید مومیایی. اینجا تیزرش رو با هم میبینیم که بعد تیزر میریم سراغ کریتش. فقط داشته باشید جزئیات این ایکسودو. پابجی اگه بخواد واقعا به پلیرا حال بده، آیتمای خفن بیاره، دستشون خیلی بازه. به عنوان مثال این مومیایی بچه یک نمونشه که بعد مدت هاست من یه آیتم واقعا گاد توی پابجی موبایل دارم میبینم که با خیلی از بازیهای دیگه میتونه رقابت کنه. اوباحت داشته باشید، به شدت بچه ها گاده، یعنی به شدت. هر چقدر بخوام تعریف کنم آقا کم گفتم. بریم سراغ بررسیش. ببینید بچه، یه دونه کریت قراره بیاد که شما داخلش آقا میتونید یوسی مصرف کنید و شانسی گرفتن این مومیایی داشته باشید، بالاخره تلاشتون رو بکنید. خود بچه آیتم هاشم اینجا دارید مشاهده میکنید و بله، این مومیایی بچه که فاینال فرمش نیست، این فرم معمولیشه و داشته باشید بچه دنس و ایموتاشو تو تونستن روی جزئیات کار کردن، واقعا خیلی گاده این مومیایی بچه. از درون طلاییه و این پارچه های مومیایی روش کشیده شده، یعنی ترکیب آقا طلایی و تقریبا سفید. ایموتاشو داشته باشید. یک سری آیتما داره که تازه خیلی از ایکسوت های دیگه ندارن، من ندیدم واقعا داشته باشن، الان با هم دیگه میبینیم بچه. شما فعلا این ایموتاشو ببینید، دونه به دونش آقا گاد. اصلا داخل بازی فکر کن یکی این ایموتو بزنه چقدر خفن میشه. خب اینجا بچه وایسش الان چینیه، حالا کار به اون وایس مویساش نداریم. و اون آیتمی که بهتون گفتم داره و ما بقیه ایکسوتو نداره چیه بچه؟ یکی از آیتماش اینه، ببینید بینازم. آیتم بعدی هم این، والا بچه من خودم تا حالا توی ایکسوت ندیدم. یعنی شما از یه مانع میخواید عبور کنید، دیدید که چه افکتی به وجود میاد یه زمانی که میخواید کیت بزنید. کیل مسیجش هم که خودتون دیدید، اینجا هم تم ورود. اوه 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 آقا دهنشون سرویس، واقعا خیلی دوست داشتم. هر کی آقا اینو طراحی کرده حلالش، دمش گرم. ببینید آیتم هاشو، شما جامپ هم میزنید آجی افکت داره. تم بعدیش به به، اینم فاینال فرم. آقا فاینال فرمشو ببینید، فاینال فرمش اصلا یه چیز دیگه است، یه دنیای دیگه است. هم فرم معمولیش بچه اوکیه، فرم فاینالش که دیگه خیلی گاده، ولی خب اونم واقعا گاد بود، اونم قشنگ بود. بنازم چنین مومیایی بچه داخل بازی واقعا خیلی حال میده باش پلی بدی. واقعا من خودم بچه پرام ریخ. حالا آیتمای دیگه اشم بذارید ببینید تو متوجه بشید که چقدر میتونید بچه فرمش هر کدوم دوست داشتید آقا همین این حالت مثلا استفاده کنید، بازی کنید، همین که حالت همون فاینالشو داشته باشید که جفتش بچه از نظر من قشنگه. ببینید فاینالش هم قشنگه، معمولیش هم قشنگه، ولی خب فاینالش خفن‌تر به نظر میاد، نه فقط به خاطر اینکه فایناله و هزینه بیشتری باید بشه، نه ببینید واقعا فرم معمولیش هم خیلی قشنگه. اصلا دیگه مومیایی دیگه رفت، مومیایی سفید زرد یا نمیدونم مومیایی پرمیوم. اینم آقا لول آخر، وای وای انیمیشن رو داشته باشید. و بچه بریم سراغ آیتم های دیگش. سلاح آپگریدیش چیه؟ سلاح آپگریدیش بچه P90ه و یه P90 خفن، نه یه P90 معمولی. من حتی فکرشم نمی کردم که P90
اینقدر قشنگ میتونه بشه. خب اینجا هم دست بچه کاراکتر میتونید ببینید، کاراکتری که جدا از خود مومیایه باشه، بازم گاده بچه، بازم گاده، واقعا شبیه سلاحای چیز میشه بچه، فضای کیل مسیج رو به به لیول های مختلفش رو داشته باشید. 9 لیول است بچه، اینم بهتون بگم 9 لیول است دیگه، هرچی داره نزدیک مکس میره. وای وای یعنی از همین الان من بگم خوشبال اون پلیری که آقا اینو میگیره، مخصوصا اولین نفر میگیره تو لابی، واقعا همه مطمئن باشه داشت دورش جمع میشن. عجب آقا ایکسوت خفنیه واقعا، اگه در توان آدم باشه بتونه آقا یوسی، چون اینا بچه یوسی زیاد میخوان، اگه یوسی بتونه آدم مصرف کنه توانشو داشته باشه واقعا ارزششو داره. هرچند بچه خفن ترین آیتم هم داشته باشه داخل بازی، بعد یه تایم عادی میشه دیگه، اون چنان که مثلا اوایل ذوقشو داشتی پلیرای دیگه تو رو ببینن و نداری، ولی خب بازم خیلی خفنه. به به آقا اینجا یک کالسکه بسیار بسیار خفن رو دارید مشاهده میکنید. ببینید بچه ها، یعنی از هواپیما میپره پایین با این میاد، ماها یه پاراشوت معمولی اینو نگاه، اسبش هم بچه خیلی خفنه، مثل خود ست، مثل خود سلاح، و واقعا خیلی هستم این مومیایی رو. پاراشوتش هم گاد، هلمتش هم گاد، هلمتو ببینید، وای 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 وای. این هم آیتم های دیگرش، خود سلاح های دیگه هم داره، ستیر بی بی 19 اساش، بچه اساش هم خیلی باحال ها، ببینید اساش هم واقعا بس خودش یک اباحت خاصی داره. منتظر باشیم ببینیم که آقا این کی میاد. من که واقعا بچه پرام ریخت از این ایکسود، نظر شما چه؟ نظرتون آقا حتما حتما بنویسید خدایی از این خفنتر تا الان دیدید یا نه، نظرتون رو بنویسید بچه. و دیگه وقتشه بریم سراغ سلاح جعبه طلایی. سلاح جعبه طلایی بچه به نظرتون فکر میکنید چیه؟ لایکاتون رو بزنید بریم ببینیم که چه سلاحی قراره بیاد. سلاح جعبه طلایی سلاتین این بار ای دبل، سه تا اسکین ای دبل رو ما داریم که از بین این سه تا یه دونش به صورت 100% وارد جعبه طلایی میشه. اولین ای دبل، ای دبل گودزیلا است، ای دبلی که آقا همتون دیگه باش آشنایید و واقعا اباحت خیلی زیادی هم داره، چون این برای همون ست گودزیلاست و دیگه همتون اینو میدونید، یک ای دبل آقا به شدت خفنیه که احتمال اینم هست و یکی از این ستا دیگه 100% یه سلاح مهم بود که بدونیم چه سلاحی، سلاح ای دبل. و دومیش هم بچه همین فیلد کامندره که اینم بدک نیست، ولی خب قابل قیاس از نظر من با گودزیلا نیست از نظر آقا اباحت و محبوبیت، چون واقعا ای دبل گودزیلا خیلی گاده. و سومیش هم همین ای دبل رینبو دریکه. یکی از این ستا بچه قراره بیاد، به نظرتون کدوم یکی خفنتره؟ به نظر من که آقا اون گودزیلا با این آخری دریکه خفنتره و منتظر باید بمونیم که کدوم یکیش وارد میشه. سلاح بچه این بود، ویدیو این بود، بررسیمون، مرسی تا اینجا همراه بودید، امیدوارم پسنده باشید، لایکاتون رو بزنید، جدید هستید ساب یادتون نره.